سلام سلام بچه ها، چطور؟ جنگ من امروز اومدم براتون هم یه سری میکاپ با مزه بکنم، هم اینکه یه خاطره با مزه براتون تعریف کنم. ما تو خانواده همون یه رسمیه، یعنی فکر کنم رسم همه هستا، ولی من اصلا این رسم رو درکش نمی کنم، به خاطر اینکه اینا این مدلی هستن که مثلا وقتی که بچه من الان زیر میکاپ هم از آبلسان کامان زدم، دور چشمم هم زدم و یه کوچولو هم از روش گذشته، حالا دارم از کرم پودر مک استفاده میکنم، این مدلش که این دورش هم تمیز میکنیم. بعد من اصلا اینو نمیتونم درکشون کنم، اینا مدلشون اینجوریه که داشتم عرض میکردم که بچه اول اینکه نکته مهم اینجاست که حتما از کرم پودرتون زیر چشمتون یه کوچولو بیارین، به خاطر اینکه یه مقدار از کبودی زیر چشمتون رو میگیره و این کمک میکنه که کانسیلر کمتری استفاده بکنیم. من از کانسیلر کالیستا دارم استفاده میکنم و میریم سراغ مادر بزرگا. آقا مگه حالا ما تو خونه خودمون مثلا این شکلیه که مادر من از یه چیزی خوشش میاد، مثلا نخود، نخود فرنگی ها مثلا سبزن، مثلا گیر میده به نخود، بعد دیگه تو همه چی نخود رو میریزه، دیگه تو همه چی این نخود رو میریزه، تو نمیدونم آش میریزه، تو سوپ میریزه، تو ماکارونی میریزه، تو عدس پلو میریزه، باور کن تو همه چی اینو میریزه. بعد کاملا اینا رو فیت بکنید با یه اسپانج نمدار، خیسش بکنید کامل اسپانجتون رو، بعد با دستمال کاغذی ببینید، با دستمال کاغذی قشنگ خیسیشو بگیرید نمدار بشه، بعد سعی کنید با اون کارتون رو انجام بدید که یه درصد کمی کانسیلر روی زیر چشمتون بمونه و کارش هم انجام بده و کامل هم کاور بشه، کیکی نشه. بعد از این کار نظرتون امروز کنترل چرب بکنید، چون من معمولا کنترل چرب نمی‌کنم، کلا نظرم اینه که کنترل چرب خیلی واسه میکاپ هایی که خیلی طولانی قراره بمونن و عکاسی قراره بشن مناسبه، ولی بیا امروز کانتور چرک کنیم. اینجا رو کانتور میکنیم، ببین از شقیقه شروع میکنم، هشت ابروم، خب یعنی وسط ششمم رو در نظر میگیرم، میام تا اینجا کانتورم رو، خب و به سمت بالا فیدش میکنم، هر چقدر مثلا تو بالاتر برین لیفت تر میشه. خلاصه مادر ما یه عادتی توی خانواده رسم کرده که هر چی یه چیزی تو خون اضافه است و زیاد مثلا مفیده و پروتئین داره و نه دیگه اونا تو همه چی میزنه دیگه که هر چی شده به خورد ما بده. چند وقت پیش دیدم که نبز اولی رو تعریف کنم، این گوشه چشم رو کانتور میکنیم که به سمت بالا لیفت بشه و حواست باشه که این کانتور گونه‌ات پایین نیاد، برای اینکه خط فک پیدا بکنی. ببین من از پشت خط فک هم یه خط کشیدم و آوردمش تا اینجا، یه ذره من بالاتر آوردم بخاطر اینکه اینجا یه کوچولو افتادگی داره، می‌بینیم اینو به سمت پایین فیدش می‌کنیم و اینو در سر جای خودش، چون کتابی شد در سر جای خودش، خب اینا هم که اوکی همینجا. حالا می‌رسیم ببینیم، ببین من بینیم کوتاهه، بخاطر اینکه کوتاهه اینجا رو یه کوچولو وسط کردم به ابروهام و وسطش رو نکشیدم، میام اینجاهاشم فید میکنم، اینجایی که کشیدم رو. چون تو خونه هاتون مادر بزرگاتون دستپختشون بهتره یا مامانتون؟ خونه من مادر بزرگم دستپختش بهتره، یعنی میدونی اصلا قضیه این بوده که مادر بزرگ من بیشتر وقتا کار میکرده، خاطر همین مادرم از بچگی آشپزی میکرده، احساس میکنم برم خیلی زیاد میزنم، بعد به خاطر همین مادرم از مادر بزرگم دستپختش بهتره. خب حالا که میخوایم شروع کنیم اینا رو فیکس کردن، حواستون باشه که این که میره زیر توی زیر توی این وقتی که میره توی این چروک چشمتون، قبل از اینکه فیکسش کنین حتما اینجوری باز کنین از هم دیگه، بعد به صورت ضربه‌ای، کاش که این نیفته، به صورت ضربه‌ای طوری. ببین آره، خلاصه اینکه مادرم دستپختش از مادر بزرگم خیلی بهتره. چند وقتیش مادر بزرگم کله پاچه درست کرده بود تو خونه، باورت نمیشه چی دیدم. زولینو بگم بعد بریم سراغ اون. ببین اینم دوباره چون از روش یکم گذشته، باز میکنم بس میمونم باز میکنم چه طرز رفتار دارم واقعا، و بعد شروع میکنم به خوش کردنش. بعدم یه براش بزرگ واسه کل این چربیایی که اینجا زدیم، چون میدونیم که هر چیز چربی که میزنیم باید روش رو خوش بکنی، دختر خوبه نازنینیم تا زیاده بشم. حالا چکام کنیم؟ ببین من با همون براشم، من با همون اسفنج خیسم، خیس که ندم دار دیگه، میام باید بذار با اون برش انجام بدم، میام اینجا یه خط صاف ایجاد میکنم، خب و این خط صاف رو تا اینجا ها میارم. این چکام کنم؟ این اولا باعث میشه که چون تم زردی داره، باعث میشه که اگر شما باز هم اگر کبودی چیزی داره، این تم زردی کبودی زیر چشم شما رو میگیره،
نکته دومی که داره اینه که این خط صافی که ما ایجاد میکنیم زیر بغل بینی، البته این باز من یکم باید بعدا با براش کوچیک‌تر این کارو انجام بدم، اینا باعث میشن که این خط صاف باعث خطای دید میشه و بینی ما رو کوچیک‌تر میکنه. یه دونه اینجا میندازیم که گونه رو صاف کنه. دوری. یعنی من همه آره سی پودر بیکر بچا این رولوشن است. نه. همه این پودر بیکر رو من همینجوری که از رو درش رفتم سرش رو این کارو کردم تموم شده رفته. خب. حالا شروع کنیم به کانتور خشک کردن. چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی چربی که می‌زنی شما با یه چیز خشکی اینو خشکش بکنید با یه پودری. وقتی که من کانتور چرب می‌کنم و روش کانتور خشک میام این خیلی بیشتر میمونه و پررنگ‌تر میشه و تاثیر بیشتری کلا روی اون قسمت می‌ذاره. می‌بینین؟ حالا بعدا یه روشی من خودم دارم اینه که اینو که می‌زنم بعد با یه براشی که سرش بلندتر موهاش و انسجامش کم‌تره میام اینو سر جای خودش فید می‌کنم. خیلی خوشگل‌تر میشه. دیگه اینا هم که میکشیم میایم اینجا ببین میندازم زیر استخون فکم یه کوچولو هم میام اینجا بخاطر اینکه من اینجا بزنم ببینی افتاده کی داره. حالا اومدم نیستا ولی میام دیگه خوب میشه. اینو سراغ بینی یه براش این شکلی من دارم، شما یه براش کوچیک داشته باشین براتون کافیه. دوباره میام دوباره میام اینجا اینو میکشم خب بعد اینجا هم میکشم. من اینجا هم میکشم که پره های بینی کوچیک‌تر شه. بذارم دوباره میریم کشیم یک بالا رو میریم پشت لب و مثلا دیدی مدل اینه که سایه افتاده چون مثلا لبمون برگشته. حالا من چیکار کنم؟ کاش خاطرم رو تعریف کنم. نه حتی سرگرم این کاره شدم. بعد ببین من این براشه اعمال روشگونه زدنه. این قشنگ روشگونه هاشو چیز میکنم تمیز میکنم میام میکشم به گونم که اینی که اینجا زدم قشنگ سرش جای خودش فیک بشه. خب اینا رو همین کارو میکنم. بعد واسه قسمت بینی از یه براش کوچیک‌تر استفاده کردم و اینا رو سر جای خودش فید میکنم. حالا داستانی که اینجا هست اینه که من بینیم اینجا یه استخون داره. این استخون هم موقع که من دارم کانتورش میکنم اذیت میکنه. من چیکار میکنم اینجا مواقع همین براش هم بندم میذارم توی یه رنگ روشن بنانایی یعنی زرد مثلا تمیز زردی داره. میام اینجا با این براش خطای دید رو ایجاد میکنم. طوری. اینم از اینجا اینجوری اینجا خوب میشه. بعدم سر جای خودش فید میکنیم. ببین دوباره زد بیرون. من احساس میکنم که این برم تیر روشن داره. احساس میکنم این برم خطای نور دارم. حالا یه رژه گونه می‌زنیم. ببین من یه پلت دارم این شکلی. خیلی خوشگلن اینا. و اگه دقت کرده باشی کلا چند تاشو همش استفاده می‌کنم. امروز کدوم بزنیم؟ از اونجایی که لباسم قرمزه. اینم قرمزه. بریم تو مایه‌های صورتی، ها؟ اینو می‌زنم. ببین اینو زدم. قشنگی تکون. میایم روی سیب گونه به سمت بالا. خب من کلا روشونه خیلی زیاد دوست ندارم. داستانمو یادمون رفت. من کلا روشونه خیلی زیاد دوست ندارم. یعنی ترجیح میدم مثلا گونه خیلی پر رنگ و لعاب نشه. ولی الان که یه ذره پر رنگ و لعاب شد تیریک میخوام بهت بگم همون اسپانجو بردار روی این قسمت ضربه ای بزن چند تا کار براتون کنه. اولا اینکه اضافه هاشو برمیداره. دوما اینکه یه جوری توی پوست تلش میکنه اصلا هیچ خط و خطوط و مرز و اینایی دیگه نمیبینی. حتی وقتی که هایلایتر میزنی هم خیلی این کار خوبه که انجام بدی. من کلا این کار رو بعد از همه کانتورام انجام میدم. خیلی باحاله. اینی چه خوشگل میشه؟ هایلایتر هم بزنیم. هایلایتر من فوریوره. میکا فوریوره. و من میزنم این قسمت. جوری کم یواش. آره بعدی چی؟ چند وقت میشه مادر بزرگ من اومدی حرکت خیلی باحالی زد. بکن.
توی کله پاچه وای نیستم حدس بزنی چی ریخته باشه. خوبه چی ریخته باشه تو کله پاچه به نظرت؟ خوبه نخود. مگه نخودو میریزن تو کله پاچه؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماسا؟ چون اینقدر بی احترامی میکنی به کله پاچه؟ بله خب بذار اول ابروها بکشم. طبق معمول من از این مداد گلدن روز استفاده میکنم و یه سایه توی ابرو میندازم، بعدش یه ذره دومش رو به سمت بیرون. کل کادر ابروی خودمه ها، اصلا خارج از کادر نمیشم، خیلی هم پررنگش نمیکنم، فشار دستم هم خیلی کمه برای اینکه این به حالت سایه باشه. ببینین چه خوب میشه. بعدش هم با این سرش که برس داره روش آروم آروم میکشم که به حالت سایه در بیاد. ببین انقدر طبیعیه، اینا مثلا ابروی خودته. بعد من جنس ابروها مدلش یه جوریه که اصلا هر چقدر صابون و حتی من لیفتم کردم ابروهامو، ولی این بعد دو روز برمیگرده پایین دیگه. شانس مایه دیگه، هر کی بالاخره یه سری چیزای شکلی داره دیگه، اشکالی هم نداره. خدا رو شکر ابرو داریم، بخاطر اینکه واقعا دوست داشتم ابرو بکنم واقعا، و همین رو قدرش رو میدونیم و دوستش میداریم. چرا نخود میریزه تو کله پاچه؟ چرا نخود میریزی تو کله پاچه؟ اینه براش دارم اینجوریه، سرش تخته، لبش هم نشد دادم، لبش هم اینطوریه تخته. خب میزنم تو رنگ مشکی. این قسمت تیزش رو میذاری روی لبه خارجی چشمت، زاویه دستت رو درست میکنی. ببینید من الان میخوام شیبش از پلک پایینم بیاد بره تا اینجا. حالا شما میتونید نشونه گذاری هم بکنید. خب اینجوری از پلک پایینم شروع میکنم کشیدن، میام تا اینجا. خب بعد بون مژم رو تیره میکنم، بون مژم رو تیره میکنیم. میخوام از این خطیه چشای واوی بشه ها. بون مژه رو تیره میکنیم، هم موقع میخوای خطیه چش بکشی بعد به روبرو نگاه بکنیم. بعد همینطور که میرم به سمت تیزی سرش هی باریکترش میکنم. خب حالا میدونی میخوام چی کار کنم؟ میخوام یه دونه براش این شکلی بردارم. حالا اینطوری ها خوبه، اینو به سمت داخل فیدش کنم اینطوری. گشن شد نه؟ حالا این برشم میارم توی چشمم فیدش میکنم. یه ذره دیگه هم باز میخوایم تیره ترشم، دوباره از این خطه میارم زیر چشمم و اینو فقط مرزشو اینطوری که یعنی هی از تیرگی میره به سمت روشنی، یه همچین چیزی. باز یه کوچولو هم میخوام تیره ترم باشم. ببینید با هم که یه ذره سیاهی داره همچنان به حالت سایه طور میام و هر چقدر به نوک این میرسم کمرنگ ترش میکنم. بعد دوباره با این براشه فید میکنیم. چه دختر های خوبی افرین. اینطور ببین یه ذره هم با همین براشه اینجا رو تیز میکنیم. اینطوری جوری شد کار داره حمیزا. بعد میکنیمش توی یه رنگ قهوه‌ای، قسمت خارجیشو میذاریم برمیداریم، میذاریم برمیداریم اینطوری که این مشکیه و قهوه‌ایه تو هم دیگه فید بشن اینطوری. تمام. میدونی فقط میخواستم حالت کانتور داشته باشه روی پف چشمم، روی این قسمت کریس، بعد قشنگ‌تر میشه. میرم اون چشم رو انجام میدم برمیگردم. نو خود ریخته تو کله پاچه. حالا برمیگردم بقیهش رو بزن تو تعریف میکنم. من برگشتم. حالا چیکار میکنیم؟ یه دونه از این براش های فید چه مشخصه ای دارن؟ اینا براش هایی که واسه فید کردنه یا بلندر بلندینگ بلندینگ براش. ببین چند تا مدل داره بایستم اینا هم به ترتیب. خب یکیش کوتاه‌تره، قدش کوتاه‌تره و انسجامش بیشتره. مثلا این یکیش قدش بلندتره، یه ذره نسبت به این انسجامش کمتره، یکیش هم این مدلیه. اینا کاراییاشون چیه؟ هر چقدر قدشون کوتاه‌تر باشه و انسجامشون بیشتر باشه مقدار بیشتری مواد رو خودشون نگه می‌دارن و بیشتر یعنی مقدار بیشتری سایه رو روی اون قسمتی که شما نیاز دارین می‌ذارن.
هر چقدر اینا حجمشون کمتر بشه، انسجامشون در واقع کمتر بشه و قدشون بلندتر بشه، پخش کنندگی بیشتری داره. بخاطر همین من از این برای سایه استفاده نمی‌کنم. چرا؟ برای اینکه این کل این منطقه که من دارم می‌کشم و بهش یه رنگ یک نواختی میدم. خب من اینو برای این قسمت هایلایتر استفاده می‌کنم که نرم و لطیف این هایلایتر رو بذاره سر جاش. از این برای از این کوچیک‌تره و از همه قد کوتاه‌تره. برای اینکه مثلا رنگم اون قسمت که می‌خوام قرار بدم استفاده می‌کنم. بعد با این یکی که متوسط بود میام اونو پخشش می‌کنم، بلندش می‌کنم. حالا من بعدم مثلا با همون براشه نگاه کردم ببینم مثلا احتمالاً از قبل که میکاپ کردم زرش مواد داره دیگه، میام روی این قسمت میکشم که فقط یه تونی بهش بدم، هیچ کار خاصی هم نمیخوام بکنم. خب آهان، هرگز نشه فراموش مداد مشکی تو چشم بالا، لطفا اینجوری لسته چشمتون رو حتما تیره میکنین به خاطر اینکه مژهاتون قورتر به نظر برسه. ببین چقدر فرق کرد توی چشم هم مشکی کنم. حالا چند وقت پیش من مادر بزرگ مادری میشه دیگه، مادر بزرگ من اومد کله پاچه درست کرد. بعد اینا به خاطر که فشار خون چربی خون همه داستانا رو دارن، ببین یه کوچولو هم روی این قسمت چیزش میام، این پایینش میام که دیگه بیشتر از اینا تو نگیرم، فقط انتهای چشم رو کشیدم. میبینی نگاه، بعد اینو من کله پاچه درست کرده چون میدونست که من خیلی کله پاچه دوست دارم، گفت اصلا الا بلا بنوسم باید بیاد. منم خوشحالم رفتم پیش مادر بزرگم. بعد دیدم که آها کله پاچه رو من گذاشته بود کنار و بعدش اون بردم اینجا نشستم خوردم، دیدم که توش نخود زده. اولین باری بود که کله پاچه با نخود می‌خوردم. میخوای یه کاری کنیم؟ ببین توی چشم و قسمت داخلیشو می‌خوام طراحی کنم. به نظرم باحال میشه. باحال شد. باحال شد. خیلی باحال شد. به خدا. آره بعد چی؟ اونجا من فهمیدم که چقدر بدمزه میشه که تو حبوباتو بریزی توی کله پاچه. یعنی کله پاچه فکر کنم همین بحث امروز ما کله پاچه بود. یعنی کله پاچه باید احترام داره بابا. این کارا چی باش میکنین؟ خیلی خوشگل شد. احترام داره. کله پاچه رو باید همینجوری با پیاز بذاری بپزه، بعدش روش آب لیمو بریزی و نمک. همین. حالا چی شد؟ من اینو برای شما تعریف کردم. اصلا قرار نبود تو این ویدیو من راجع به کله پاچه صحبت کنم. امروز من که خب میدونید دیگه توی ساختمانی هستم که با مادر بزرگم اینا. بعد رفتم بهشون سر بزنم، گفت وای ننه چقدر خوب شد اومدی اینا. من چه زنگ زدم به مادرت که بگم به ونوس بگو بیاد ناهار با هم دیگه بخوریم، چون کله پاچه داشت. ناهار با هم دیگه بخوریم پیداش نکردم. پس بیا با هم دیگه کله پاچه بخوریم. آها گفت بیا با هم دیگه ناهار بخوریم. آره. آره آره بهاره امشب دل بیقراره آرش بی تو سرمه ای عشق من. بعدش گفتش که چه خوب شد تو اومدی و اینا، من اصلا بدون تو ناهار از گلو پایین نمیره. و گفتم نه من دو تا ناهار دارم بعد اصلا میخوام چون حیفه بریزم دور. بعد گفت نه بریز دور ولش کن بیا ناهاری که من درست کردم. گفتم حالا چی درست کردی انقدر داری میگی؟ گفت کله پاچه دختر. گفتم خدا وکیلی مامان توش نخود نریختی؟ گفت چرا نخود ریختم؟ گفتم بس خودت بخور میشه جونت، اصلا هم از وجدان نداشته باش که مثلا داری تنهایی میخوری به من ندادی. یعنی من نبودم، چرا که من همیشه میگه که بیا با هم غذا بخوریم، من نبودم. بعد به این شکل بود که من تصمیم گرفتم بیام اینجا و توی این ویدیو اعلام کنم که بابا آخه چرا خیلی مارو میریزین تو ماستا، چه ترکیبیه که میزنین واقعا؟ ولش کن بذار کله پاچه واسه خوش کله پاچه بمونه، بذار ماکارونی واسه خوش ماکارونی بمونه، واسه چی نخود سبز میریزین تو ماکارونی؟ حتی به مادر گفتم نخود سبز بذار تو همون سالاد لوبیا بریزم واقعا تو ماکارونی نخود سبز بذار. خلاصه برم مجر بچسبونم. خب من مجر چسبوندم یه خط لب این پالا رنگ نود زدم. اینه اگر که معلوم باشه اینه. اینو زدم و یه رژ لب مایه کاپریس روش زدم که یه ذره تم صورتی داره. من این ترکیبو خیلی دوست دارم. بعد اینکه مژه هامم برند الای و یکم رسمیه، کلا مژه هایی که انقدر پره و اینا مدل رسمیه. یعنی من به شخصه توی مثلا قرار روز یا حتی شام مثلا اینا نمیذارم. من اگه یه همچین مژه‌ای رو بذارم واسه عروسی واسه عکاسی اینا میذارم. بعد اینکه قیمه رو نریزین تو ماستا، کله پاچه رو بدون نخود درست کنین. کله پاچه حرمت داره، احترام داره، باور کن. و اینکه مرسی که تا اینجا ویدیو من نگاه کردید. من خوشحال میشم که منو سابسکرایب بکنید و کانال منو دنبال بکنید. قول میدم ویدیوهای خیلی باحال و تخصصی تو حوزه میکاپ براتون بذارم، همینطور که با هم دیگه میریم جلو، هم آموزش میبینیم، هم خوش میگذرونیم. برای من اینجا کامنت بذارید و لایک کنید، دیسلایک کنید، هر کاری که به من کمک میکنه بکنید. مرسی.